امیدوار هستم و تا حدی هم مطمئن هستم که اجرای زیادی از این قطعات در آینده خواهیم شنید. کوارتت به نظر من هر کدومون یه سولیستی و این کاری که با آقای روحانی کردیم، خب آقای روحانی دو سه ماه در اصل ما باهاشون زندگی کردیم، صبح تا شب با هم بودیم و هر قطعه‌ای که نوشتن برای تک تکمون نوشتن. شناختم داشتن. ولی شناختی که از نوازندگی داشتن، ولی خب به هر حال در طول کار این شناخت بیشتر شد. خوشبختانه به خاطر فعالیتی که به عنوان رهبر مهمان با ارکستر سمفونیک تهران داشتم طی سالهای گذشته با این عزیزان آشنا شدم و چون در اون ارکستر فعالیت میکردم و با تواناییشون با نوازندگیشون آشنا بودم، برای اینکه توی موردهای مختلف کار کرده بودیم و واقعا این قطعات برای این گروه اصلا ساخته شد و نوشته شد. برای من خیلی اتفاق با ارزشیه و کار کردن با ایشونم، من به شخص خیلی ازشون چیز یاد گرفتم، هم تو نوع قطعی که می نوشتن واسه ما، هم پیشنهادهایی که می دادن و راجب نوازندگی تک تکمون ایده داشتن، نظر می دادن، حتی تمرین می دادن به همون. از نحوه کار کردنشون واقعا متفاوت بود برای همه گروه، فکر می کنم. اون زمان در تهران بودم برای نوشتن این قطعات و خب می شستم کار می کردم
فرض کنین شبها تا دیر وقت کار میکردم و بعد روز بعد این نوتا رو میدادیم مینوشتن، در فاصله یکی دو روز نوتا به درس نوازنده ها میرسید و ما شروع میکردیم به تمرین کردن. در طول تمرین هم جدای از تمرین و بحث موسیقی خیلی هم با هم معاشرت میکردیم، گپ میزدیم، تایم استودیو میگرفتیم، شبش یا فردش میرفتیم استودیو کار رو ضبط میکردیم تا دوباره کار بعدی که حاضر شه. و این دوره‌ای که باهاشون بودیم هم خیلی چیز یاد گرفتیم، هم یه جورایی ما چهارتا با هم ایشون با هم زندگی کردیم، باشه با خصوصیات هم آشنا بودیم، فهمیدیم آقای روحانی شیرینی نارگیلی و کلوچه خیلی دوست دارن. با ما همیشه میبردیم استودیو که هر وقت احساس میکردیم خسته شدن و دارن کلافه میشن، آقای روحانی بفرمایید کلوچه. معمولا آهنگساز وقتی قطعه مینویسه بعضی وقتا زمانها میبره، حتی سالها میبره که تا اینکه این قطعه رو بشنوه. تو این مورد به خصوص برای خود منم خیلی جالب بود این اتفاقی که می افتاد. بلافاصله من قطعه رو می نوشتم، می ساختم و نوتا درس بچه ها می رسید و تمرین می کردن و ما شروع می کردیم به شنیدن قطعات و خب اگه لازم بود تغییراتی داده می شد تو همون موقع تمرین. کار کردن با آقای روحانی خیلی بهم کمک کرد، یعنی ایشون واقعا یه نکته هایی رو بهم میگفتن که تو نوازندگیم برام خیلی مفید بود، حتی شاید یه جورای انگیزه شد که یه سری چیزا رو تو نوازندگیم اصلاح بکنم یا روش بیشتر کار بکنم. واقعا برام تجربه خیلی خیلی خوبی بود و خیلی چیز به من یاد داد. چون من باشون کار میکردم، یعنی ما قطعه که آماده میشد، گفتم نوت نویسی که میشد، من شروع میکردم تک تک نوازنده ها باشون تمرین کردم، بعد با خود آنسام تمرین میکردیم. اینه که این روند کار هم برای من هم فکر میکنم برای نوازنده ها خیلی خاص و خیلی جذاب. اول داراره کسی این آهنگو هیچ کی نمیشناسه، شما میشناسید، معرفیش کنین، تازه داره تمه داره میاد تو دیراری، نه که داریری، دیرارم. نه خدا دست باز داری، من جاشا بودم اونجا میزدم. بعدش چیکار میکنیم؟ نه خود رو ریسکی هم خب ببینی صدا میدین چرا فرق میکنه؟ حالا دست باز بزنی همونجا؟ من هم میتونم اینجوری بزنم، شما اونجا بزنیم. نه خود ریسکیه، ولی صدا میدین چرا صدا قشنگ تر میشه؟ باید سعی کنی صدا رو قشنگ تر کنی. علی خود تون داره میشه تمپو را با 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 با
خیلی پیانیست خوبیه و دوست ماست و خیلی لطف میکرد، اونم تمرین میکرد و با هم میرفتیم و همه کارا رو ما استودیو مثل کنسرت زدیم، یعنی نه هدفون داشتیم نه مترونوم، میشستیم و با هم آنسامبل می‌زدیم و ضبط می‌کردیم. شاید یکی از ویژگی‌های این آلبوم این باشه، چون معمولاً ضبط‌ها به صورت جدا جدا انجام میشه، یعنی هر سازی میاد میزنه بعد بعدی میاد روی اون میزنه، ولی خب ما به صورت آنسامبل ضبط کردیم که این خب کار آسونی نیست واقعا، یعنی فکر می‌کنم ویژگیش این باشه یه جوری. حتی یه جایش اگر خیلی سخت بود آقای روحانی نمیذاشتن همون یه تیکر رو ضبط کنیم، بله. گفتن حس اثر از بین میره. مگه مترونوم رو حتی نداشتیم، یعنی آقای روحانی رهبری میکردن و اینم جزو یکی از محاسن کاری که ایشون حضور داشتن، خب خیلی کمک میکرد هم به ما و هم به کار. به خاطر وسواسی که داشتن که این قطعا خیلی اجرای با، یعنی حس و حال اجرا خیلی براشون مهم بود که مثل یه اجرای زنده باشه، برای همین نظرشون این بود که از اول تا آخر بزنیم که اون حسا از بین نره، و برای همین بود که خب کار طولانی و سخت بود، ولی خب فکر میکنم که خوب انجام شد. چیز جالبه که این گروه دار این است که شناخت خیلی خوبی از همدیگه دارن و خیلی مهمه که وقتی یک گروهی قراره که با هم همکاری کنن و فعالیت کنن، در درجه اول یک آشنایی و یک به اصطلاح علاقه خوبی نسبت به هم داشته باشن که خوشبختانه این گروه داره. خیلی به خاطر کار دور هم جمع میشن و با هم دوست میشن، ولی ما دوست بودیم و به خاطر دوستیمون و معاشرت هایی که ما هم داریم تصمیم گرفتیم یک کاری هم کنارش بکنیم که مرتبط با کار خودم.
یعنی ما دوست داشتیم که با هم ساز بزنیم. خیلی برام مهمه، یعنی هممون. من همیشه مثلا دوست داشتم با تینا ساز بزنم، برام خیلی مهم بوده با همه بچه‌ها. اسم کوارتت ما شهرزاده، اونم بر اساس اینکه ما 4 تا خانم هستیم و شهرزاد به هر حال اسم افسانه یک خانم قصه‌گوئه که انگار ما توی هر ترک از این 12